به هارتوک خوش اومدید. من زینب بداوی اینجا در نیویورک هستم. مهمان من در این مصاحبه نادر جواد ظریف وزیر خارجه ایرانه که به اینجا سفر کرده. تنش بین آمریکا و ایران به بالاترین سطح ممکن رسیده. بعد از تنش‌های اخیر در خلیج فارس، رئیس جمهور ترامپ گفت که فقط ده دقیقه با جنگ با ایران فاصله داشته. اما اروپایی ها چطور؟ آیا اونها خواهند تونست توافق هسته‌ای تاریخی با ایران رو نجات بدن اون هم بعد از اینکه رئیس جمهور ترامپ به صورت یک جانب ازش خارج شد جواد ظریف وزیر خارجه به هارتوک خوش اومدید. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا گفته که پنجره کوچک اما در حال بحث شدن برای نجات توافق هسته‌ای که سال 2015 بین ایران و قدرت‌های جهانی امضا شد وجود داره. آیا درست میگه؟ به نظرم درست میگه ولی برای نجات توافق به عزم راسخ در بین همه ای طرف ها نیاز داریم ایران به تعهدات خودش در چارچوب توافق عمل کرده و لازمه که بقیه دنیا به خصوص سه کشور اروپایی هم دست به اقدام بزنن اونها بیانیه بسیار قشنگی صادر میکنن اما بیانیه ها منافع اقتصادی برای ایرانیا به همراه نمیارن بذاریم بهتون بگم که مدارکی که محتواش فاش شده دست کم در مورد موزه بریتانیا درباره خروج سال گذشته آمریکا از توافق چی میگن سرکیم داروک که به تازگی از مقام سفیر در واشنگتن کناری گیری کرده گفته سیاست ترامپ در مقابل ایران نامونسجم و مخشوشه و ایالات متحده مشغول خرابکاری دیپلماتیکه که به نظر میاد دلیلش بیشتر مسئله شخصی و ایدئولوژیک باشه چون توافق حاصل کار رئیس جمهور اوباما بود این مطالب که به مطبوع درس کرده تا چه حد روی این قضیه تاثیر گذاشته؟ آیا باعث نشده ایران تشویق بشه که از اختلافات بین ایالات متحده و اروپا استفاده کنه؟ ما معتقدیم که این توافق به نفع جامعه بین المللیه از جمله خود ایالات متحده اینکه دولت قبلی ای امریکا پای این توافق رو امضا کرده اهمیتی نداره ایالات متحده به هر حال یک طرف این توافقه چون همونطور که میدونین در مناسبات بین المللی کسی این یا اون دولت رو به رسمیت نمیشناسه اون چه موضوعیت داره و به رسمیت شناخته میشه کشورها هستن و حکومت اونها و ما بر سر این توافق با حکومت ایالات متحده مذاکره کردیم و ایالات متحده باید به تعهداتش پایبند باشه طبق اطلاع من انقلابی در آمریکا اتفاق نیفتاده در نتیجه معتقدم این توافق برای رئیس جمهور ترامپ بهترین توافقه فکر می‌کنم رئیس جمهور ترامپ از کسانی مشورت میگیره که علاقه به برقراری صلح ندارن و به جای اون پیگیر طرحهایی هستند که از قبل دنبالش بودن بذارید سر همون مسئله موزه اروپایی ها بمونیم آیا الان دلگرم نشدین و قصد ندارین از اختلاف نظر بین اروپا و آمریکا استفاده کنین؟ اروپایی که دائما گفته خروج یک جانبه ایالات متحده از توافق هسته ای اسباب تاسف شدیده؟ به نظر من بیان چنین اظهاراتی مهمه اما در عین حال این هم مهمه که اروپایی ها در چیزی که یک سند و توافق امنیتی میدونن سرمایه گذاری کنن بدون انجام سرمایه گذاری لازم نمیتونین توقع سود بردن رو داشته باشین و فکر می چیزی که اینجا خلش احساس میشه امیه. ما در توافق سرمایه گذاری کردیم بیش از حرف زدن ما گام‌های عملی برداشتیم اروپایی‌ها حاضر نیستن گام‌های عملی بردارن فقط بیانیه صادر میکنن مثلا چه اقدامی؟ مثلا خرید نفت همه. آقای وزیر با توجه به تحریم های آمریکا علیه ایران اروپایی ها نمیتونن نفت بخرن برای چی؟ بگین چرا؟ چون روی شرکت تاثیر منفی میذاره The اگر اروپایی ها، چینی ها، ژاپنی ها و روس ها همگی سعی کنند به آمریکا اجازه ندن با قلدوری اونها رو به پیروی از تصمیماتش وادار کنه، آیا ایالات متحده میتونه اقتصاد جهانی رو با تحریم همه اونها نابود کنه؟ فرض کنید که شل، توتال، ساینوپک همگی همزمان خاصه غیرقانونی آمریکا رو نادیده بگیرند. This demand by the United States. ولی چنین چیزی اتفاق نمیافته ناتالی توچی که مشاور فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپاست گفته اگر آمریکا به توافق پایبند باشه میشه توافق رو نجات داد ولی وقوع چنین چیزی بعیده پس موزه اروپایی ها تلاش برای تقویت اینستکس یعنی چارچوبی که اجازه میده تحریم ها تا حدی دور زده بشن و ایران بتونه بخصوص به, خصوص به کمک های بشر دوستانه دسترسی پیدا کنه چیزهایی مثل دارو و نظایر اون که از تحریم های آمریکا معاف هستن آیا امیدی به جواب پس شما حاضرین تسلط آمریکا بر اقتصاد جهانی رو بپذیرید حتی اگه به ضرر خودتون باشه من فقط اونچه اروپایی ها میگن رو تکرار کردم <تصفح> متاسفانه حرفشون اینه و من فکر نمی کنم به این شکل بتونن این بحران یا هر بحران دیگه رو حل کنن اروپایی ها و بقیه جامعه جهانی به اندازه کافی قوی هستن که بتونن جلوی چنین وضعیتی رو بگیرن هیچ نیازی به دور زدن تحریما نیست ولی اگر میخوان از طریق اینستکس دورش بزنن باید ببینیم آیا هیچ فایده ای عملی آید مردم ایران میشه یا نه ادهی دارن از سرطان میمیرن بچه ها دارن از بیماری پروانهی میمیرن بعضی از ام اس فقط به خاطر اینکه طیف محدودی از داروها هست که ما در داخل ایران قادر به تولیدش نیستیم ایالات متحده میگه که داروها از تحریم ها معافن اما نقل و انتقال های مالی لازم برای خرید اونها از تحریم معاف نیستند. مسلما آمریکایی ها میگن که داروها از تحریم معاف هستند. ولی در عمل اینطور نیست transactions in بسیار خوب شما دوباره به اروپایی ها 60 روز فرصت دادید یعنی تا اوایل سپتامبر اواسط شهری بر. تا به هر ترتیب راهی برای کم کردن تاثیر تحریم ها روی مردم ایران پیدا کنند ما هیچ ضرب العجلی تعیین نکردیم برای یک سال تمام اونها هر بار از ما چند هفته فرصت میخواستن ما حدود 60 هفته بهشون وقت دادیم و بعد اقداماتمون رو شروع کردیم البته همش در چارچوب توافق بوده نه خارج از اون ایالات متحده از توافق خارج شده ولی ما از ساز و کارهای موجود در توافق استفاده کردیم تا بهشون نشون بدیم که باید به توافق برگردن و اون رو اجرا کنن ما برای کسی ضرب العجل تعیین نکردیم صرفا داریم کاری رو میکنیم که خیلی شفاف بهشون گفته بودیم Steps... طبق توافق هسته ای ایران تنها میتونه اورانیومش رو تا سقف دهم درصد غنی کنه اما حالا میدونیم که از این سقف عبور کرده و غنیسازی رو در حد دهم درصد انجام میدیم ولی چرا چون این کار به اروپایی ها در پیش بردن خواسته های شما در برابر آمریکایی کمکی نمیکنه اینطور نیست ما توافق رو تمام و کمال اجرا کردیم. آژانس بین انرژی اتمی از ابتدای اجرای توافق 15 گزارش ارائه کرده که پنج تای اون بعد از خروج آمریکا از توافق بوده. و در همه اون گزارش ها گفته شده که ایران به تعهداتش پایبند بوده به طور کامل. متاسفانه اروپایی ها نتونستن از این وضعیت استفاده کنند و تعلل کردند. این اتفاق دیگه نخواهد افتاد. میدونین ایران یک تمدن کهنه. برای ما کرامت مردممون بسیار مهمه. the ولی آقای وزیر چرا اورانیوم غنی کنین؟ چون آقای روحانی هفتم ژوئیه گفت سطح غنی سازی ما دیگه 3.67 درصد نخواهد بود. سطح غنی سازی رو به هر مقدار بخوایم و لازم داشته باشیم افزایش میدیم. ولی میدونین که اروپایی ها گفتن اجرای نصف نیمه ای توافق قابل قبول نیست. اروپایی ها نمیتونن بگن اجرای توافق قابل قبول یا نه. این در خود توافق اومده. پاراگراف 36 توافق میگه که چه ایران چه طرف دیگه اگه با نحوه اجرای توافق از سوی طرف مقابل راضی نباشن میتونن در چارچوب توافق اقداماتی انجام بدن هدف از اون اینه که توافق پا بر جا بمونه و به طور کامل از بین نره totally پس آیا به قنیسازی اورانیوم در سطوح بالاتر ادامه میدین؟ مبنای این توافق عدم اعتماد کامل دو طرف به هم بود. هیچ یک از دو طرف به دیگری اعتماد نداشت. به همین خاطر هم هست که همه چیز روی کاغذ آورده شد. به سراحت قید شد که اگر ما تعهداتمون رو اجرا نکنیم و طرف اولی باشیم که توافق رو نقض میکنیم، اونها چه کارهایی میتونن بکنن؟ و اگر اونها توافق رو نقض کردن، ما چه کارهایی میتونیم بکنیم؟ آی وزیر فکر نمی شما باید سعی کنید نگرانی ها رو کاهش بدین جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا این هفته گفته ایران یک سال با بمب اتمی فاصله داره اگر میخواستیم بمب اتم بسازیم خیلی وقت پیش این کار کرده بودیم خیلی وقت پیش میتونستیم بمب اتم بسازیم ما نمیخوایم بمب اتم بسازیم چون اعتقاد داشتیم بمب اتم امنیت ما رو تقویت نمیکنه ولی اگر اروپایی ها در مورد آری ساختن خاورمیانه از های اتمی جدی هستن باید توجهشون رو به جای دیگه ای معطوف کنند

رئیس جمهور ترامپ اخیرا گفت که تا جنگ با ایران بر سر سرنگونی پهباد آمریکایی فقط ده دقیقه فاصله داشته. آمریکایی ها میگن پهباد روی آبهای بین‌المللی بوده و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه باهاشون موافقه. شما مخالفین و میگین که بالای آبهای ایران پرواز میکرده. ولی آیا قبول دارین که ایالات متحده دنبال جنگ نیست؟ من قبول دارم که رئیس جمهور ترامپ دنبال جنگ نیست. ولی کسانی در دولتش هستند که دیوانه جنگن و برای جنگ آتش دارن. جان بولتون مشاور امنیت ملی فکر نمی کنم نیازی باشه من ازش اسم ببرم خود رئیس جمهور ترامپ در این زمینه ازش نام برده assess... چقدر احتمال میدی نوعی درگیری نظامی بین ایران و آمریکا پیش بیاد؟ ببینین حتما دلیل داره که به اون قسمت میگن خلیج فارس چون کنار سواحل ماست ما با خلیج فارس تقریبا 1500 مایل خط ساحلی داریم اسمش خلیج مکزیک نیست ما اونجا هستیم و از آبهای سرزمینیمون محافظت میکنیم و اگر این پهپاد روی آبهای بین هدف قرار گرفته بود چرا لاشه اون رو ما پیدا کردیم بسیار خوب باشه همونطور که بهتون گفتم آمریکایی ها ادعا کردن و رئیس جمهور مکرون هم از حرفشون حمایت کرد که پهباد روی آبهای بین المللی بوده رئیس جمهور مکرون اونجا بوده این چیزی بود که به خودش گفتیم گفتیم شما ها اونجا بودیم چون ما ها اونجا هستیم ولی به هر حال در منطقه خلیج تنش وجود داره اخیرا در قضیه نفکش های نروژی و ژاپنی این رو دیدیم البته شما گفتین که ایران هیچ ارتباطی با حمله به اون نفکشان نداره اما ایالات متحده بریتانیا و بعضی دیگه به دست داشتن ایران در اون حملات مزنون هستند. همچنین شاید تنش بین ایران و بریتانیا بر سر نفکشتون گریس یک هم بودیم چقدر فکر میکنین ممکن این اتفاقات تصادفا منجر به جنگ در خلیج بشه well, again, uh, it's, it's a Persian Gulf. Because it's next to our borders. بازم میگم که اسمش خلیج فارسه چون در همسایگی ماست ایران هزاران ساله که امنیت و آزادی تردد دریایی در خلیج فارس و تنگه هرمز رو تأمین کرده و ما به این کار ادامه خواهیم داد ما قدرت عمده اون منطقه هستیم اونایی که به خلیج فارس اومدن و کشتی‌هاشون رو اونجا آوردن کمکی به حفظ امنیت اون آبراه نمی کنه. چقدر احتمال میدین به صورت تصادفی و ناخواسته یک درگیری نظامی در بگیره؟ البته که احتمال وقوع تصادفی درگیری وجود داره ولی ما نمیتونیم منطقه خودمون رو ترک کنیم اونایی که از بیرون منطقه اومدن باید نشون بدن چرا اونجا هستن و آیا حضورشون در منطقه به ثبات امنیت منطقه کمک میکنه؟ فکر میکنین احتمال وقوع تصادفی جنگ چقدره؟ همونطور که رئیس جمهور ترامپ گفت فقط ده دقیقه با جنگ فاصله داشتیم چون به رئیس جمهور ترامپ گفته شده بود که اگر به اقدامی علیه ایران دست بزنن ما هم در دفاع از خود خودمون مقابله به چه جور اقداماتی میکردین؟ من نظامی نیستم پس جواب این سوال رو به نظامی ها واگذار می‌کنم. ما اظهاراتی از مقامات ایرانی شنیدیم که اگر اقدام نظامی علیه ایران صورت بگیره متحدان آمریکا مثل عربستان سعودی یا دوبی هدف قرار خواهند گرفت ما به اقدامات کور دست نمیزنیم. نمیزنیم هر کس به ایالات متحده در جنگش علیه ایران کمک کنه ایالات متحده الان مشغول جنگ اقتصادی علیه ایرانی کشورهایی هستند که دارن به آمریکا در عملیات شناسایی کمک لوجستیکی میکنن معناش اینه که در این جنگ شرکت دارن پس پس چنین اتفاقی میتونه بیفته منظورم حمله شما به متحدان آمریکاست اگر جنگی در بگیره اگر جنگی در بگیره فکر نمی کنم هیچ کس در منطقه ای ما در امنیت باشه ولی بیاین همه سعی کنیم جلوی وقوع جنگ رو بگیریم ما جنگ لازم نداریم ما هشت سال جنگ داشتیم جنگی که به ما تحمیل شد اون هم با مشارکت همه ولی um, چرا سعی نمی کنید اوضاع رو آروم تر کنید؟ مثلا نفکش گریس یک که توسط نیروی دریایی بریتانیا توقیف شده شما با جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا صحبت کردین و او گفت که اگر این کشتی آزم سوریه نیست میتونه آزاد بشه قرب چنین اقداماتی رو تحریک آمیز میدونه این کار دزدی دریاییه همینو بس ولی اتحادیه اروپا فروش نفت به سوریه رو تحریم کرده Against oil. اولا اتحادیه اروپا خرید نفت از سوریه رو تحریم کرده ن چرا؟ نفت ببخشید اتحادیه اروپا فروش نفت به سوریه رو هم تحریم کرده حتی برای کشورهای اروپایی برای کشورهای اروپایی ایران یک کشور اروپای اروپایی نیست در جبال و تارق توقیف شده که بخشی از اتحادیه اروپا اونجا بخشی از مسیر کشتیرانی بین المللیه ما داشتیم از اونجا عبور می کردیم ولی ما از همون ابتدا اعلام کردیم که مقصد کشتی سوریه نبوده پس مقصدش کجا من به جرمی هانت هم گفتم که قرار نیست و وظیفه ندارم به کسی توضیح بدم بحث آزادی تردد دریایی بین المللیه طبعا بار کشتی نفته نفت ایرانی ولی نفتکش ایرانی نیست. نفت ایران را هم می‌کرد که ما فروخته بودیم و کشتی آزم جایی غیر از سوریه در حاشیه دریای مدیترانه بود. می‌دونیم که ما تحت تحریم‌های ایالات متحده هستیم و هدف اونها به صفر رسوندن فروش نفت ماست. به همین خاطر ما هر چی بتونیم می‌کنیم که نذاریم آمریکا بفهمه ما چیکار می‌کنیم. to avoid United Knowing what we are doing. پس مقصد نفت ترکیه بود یه نکته دیگه نکته دیگه اینه که بریتانیا با توقیف نفتکش ما داره به ایالات متحده کمک میکنه که تحریم های غیرقانونی نفتیش رو علیه ما به مرحله اجرا بذاره. این قضیه هیچ ربطی به تحریم های اتحادیه اروپا علیه سوریه نداره. مسئله ایرانه. به خاطر همین هم هست که جان بولتون به خاطر بهترین هدیه چهار ژوئیه از بریتانیا تشکر کرد. اگر بریتانیا میخواد از منافع آمریکا دفاع کنه، نباید ادعا کنه که داره تلاش میکنه توافق هسته‌ای رو نجات بده. بسیار خوب ولی نهایتا قضیه اینه که طرف اختلاف اصلی شما ایالات متحده است چرا حاضر نیستی دوباره باهاشون مذاکره کنید برای چی دوباره مذاکره کنی؟ رئیس جمهور روحانی همین چند روز پیش گفت که اگر تحریم ها برداشته بشن ایران به میز مذاکره برمیگرده. ما میز مذاکره رو ترک نکردیم. این ایالات متحده بود که میز مذاکره رو ترک کرد. بسیار خوب. آقای روحانی گفت اگه تحریم ها برداشته بشه شما به میز مذاکره برمیگردید. اونا باید به میز مذاکره برگردن. ولی آیا معناش اینه که شما حاضر به مذاکره مجدد هستین؟ ما مذاکره مجدد نمی کنیم. این توافق حاصل 12 سال مذاکره بود. که دو سالش مذاکرات بسیار فشرده بود من روزها و ماهها مشغول مذاکره بودم ما زمان زیادی رو صرف مذاکره این توافق با آمریکایی کردیم در هر توافقی به دبستون هست ولی برای شکستن بومبست اگر به یک زورگو اجازه بدیم با قلدری شما رو به قبول چیزی وادار کنه تشویقش میکنیم که چیزهای دیگه ای رو هم به شما تحمیل کنه ما بر سر این توافق مذاکره کردیم و اون چه قرار بود انجام بدیم رو کردیم آمریکا به تعهداتش عمل نکرد سیاستی که آمریکا در پیش گرفته اینه که اونچه که مال منه که مال منه اونچه که مال توه میشه دربارش مذاکره کرد ایران این کار رو نخواهد کرد ایران ایران ویل مایک وزیر خارجه آمریکا مجموعه ای از مسائل را مطرح کرده که از نظر آمریکا باید در هر توافق هسته‌ای گنجونده بشن مثلا نفوذ به گفته ای اونها بی کننده ای ایران در منطقه که بریتانیا و کشورهای اروپایی هم در این زمینه ازشون حمایت میکنن حمایت شما از حزب الله لبنان و به گفته ای او کمک مالی سالانه 700 میلیون دلاری حمایت از شورشیان حوثی در یمن بحرینی ها ادعا می کنند که شما از جمعش های ضد دولت این کشور حمایت می و موارد بسیار دیگه و شما میگین ما در هیچ کدوم اینها دست نداریم ولی آمریکایی ها اینها رو باور دارند چطور میتونیم به میز مذاکره برگردین در مورد این مسائل حرف بزنین و بگین شما دارین غیر منصفانه ما رو متهم میکنین ولی حداقل به سر میز برگردین و این مسائل رو دوباره باز کنین ببینین مسئله اینه که اونها میز مذاکره رو ترک کردن و اونها هستن که باید با اجرای تعهداتشون بر سر میز برگردن ولی بذاریم به نکاتی که مطرح کردیم بپردازیم آیا وقتی صدام حسین به ایران حمله کرد ما بودیم که ازش حمایت میکردیم آیا ما داعش رو حمایت کردیم؟ خود رئیس جمهور ترامپ گفت که ایران با داعش می جنگه. آیا ما این که داریم یمنی ها رو بمبارون می کنیم؟ آیا ما بودیم که به یمن حمله کردیم؟ آیا ایران بود که نخست وزیر لبنان رو دستگیر کرد و سه هفته اون رو در بازداشت نگه داشت؟ that این uh, arrested the شما رو به کجا میرسونه؟ اگر ایالات متحده دنبال کسانی میگرده که مسئول اقدامات زیانبار در منطقه هستند، باید به متحدان خودش نگاه کنه. United States Are we even, are we even در این مورد باهاشون حرف بزنیم و بگین ما آماده ایم سر یک توافق هسته جدید مذاکره کنیم باهاشون ملاقات کنید و در مورد این مسائل باهاشون حرف بزنید رئیس جمهور ترامپ گفته من قصد جنگ نظامی با ایران رو ندارم من مشغول جنگ اقتصادی با ایران هستم جنگ اقتصادی یعنی چی؟ جنگ اقتصادی غیرنظامی‌ها را هدف می‌گیره. در درگیری نظامی هدف نظامی‌ها هستند. هرچند که گاهی غیرنظامی‌ها از اون آسیب می‌بینند ولی هدف جنگ اقتصادی غیرنظامی‌ها هستند. آقای پومپئو گفته ما می‌خوایم مردم ایران حکومتشون رو تغییر بدن. وقتی این دوتا رو کنار هم می‌ذاریم معناش اینه که ایالات متحده داره مردم ایران رو مرعوب می‌کنه تا به اهداف سیاسیش دست پیدا کنه. این تعریف کلاسیک تروریسم. آمریکایی ها از جمله مایک پومپو مرتب گفتند که هدفشون تغییر حکومت ایران نیست پومپو گفته ما میخوایم رفتار ایران رو تغییر بدیم تا مثل یک کشور عادی رفتار کنه این حرفیه که زده ایران یک کشور عادیه اون کشوری که عادی نیست ایالات متحده است کدوم کشور عادی همه توافق های بین رو نقض میکنه پیمان منع موشک های هسته میان برد نفتا، معاهده اقلیمی پاریس، یونسکو، شورای حقوق بشر سازمان ملل. به این میگین عادی؟ ولی بذارین این رو باهاتون مطرح کنم. شما میگین که کشورتون از تحریم ها در رنج. وقتی به سازمان مثل حزب سالان میلیون دلار کمک میکنین. مایک پومپئو گفته این پول رو برای مردم خودتون نگه دارین. مایک پامپو ممکنه دوست داشته باشه چنین حرفایی بزنه. متحدین مایک پامپو در منطقه چه کسانی هستند؟ عربستان سعودی. سالی 67 میلیارد دلار خرج تجهیزات نظامی میکنن. اونا دارن یمنی ها رو بمبارون می‌کنند. آیا ما این کار رو میکنیم کل بودجه نظامی سال گذشته ما 16 میلیارد دلار بود بسیار خوب مسئله دیگه مورد بریتانیایی ای ایرانی تبار نازنین زاغری ردکلیفه که سه ساله در ایران زندانیه شما قبلا گفتیم که از اینکه او در زندانه و از دخترش جداست متاسفین و در گذشته در مورد امکان مبادله ای او با ایرانی هایی که در آمریکا زندانی هستند و یا زنی که در استرالیا زندانیه صحبت کردین شما گفتین که نازنین در ایران طبق روال قانونی محاکمه شده ولی بذارین این رو ازتون بپرسم آیا ممکنه که در آینده نزدیک به دلایل انسانی آزاد بشه ببینین تصمیم در این مورد با من نیست ولی اگه چنین اتفاقی بیفته ایداله من در گذشته براش تلاش کردم و از حالا به بعد هم تلاش خواهم اینکه به دلایل انسانی به زودی آزاد بشه بله به دلایل انسانی ولی بذارین اینو بهتون بگم او طبق روال قانونی محاکمه شده ولی ما در اروپا افرادی رو داریم که به خاطر نقض تحریم‌هایی که اروپا به رسمیت نمی‌شناسه به آمریکا مسترد میشن <applause> اروپا این تحریما رو به رسمیت نمیشناسه من داشتم در مورد نازنین زاغری ردکلیف ازتون میپرسیدم چون وضعیت سلامتیش خوب نیست و از نظر روحی هم وضع نگران کننده ای داره و احتساب قضا کرده من دوست ندارم حتی یک نفر در زندان باشه و در حد توان و قدرتم هم همه تلاشم رو میکنم که به این وضعیت رسیدگی ای کنم ولی در مقام وزیر خارجه من مسئول پیشبرد سیاست خارجی کشور هستم و اون یک شهروند ایرانه. بسیار خوب سال آخر اینه به طور خلاصه راه خروج از این بنبست چیه نوعی توافق که اعتبار طرفین هم در ایران و هم در آمریکا در اون حفظ بشه و در عین حال کار رو از بنبستی که الان در اون هستیم خارج کنه لازم نیست توی بنبست باشیم ما نمیخوایم کسی رو خجالت زده کنیم ما میگیم خواسته ای ما اینه که اونچه با مذاکره به دست اومده باید اجرا بشه و بعد از اون میتونیم حتی جلوتر هم بریم من معتقدم منطقه ما به اندازه کافی مشکلات واقعی داره که نباید دنبال مشکلات خیالی باشیم آیا حاضرین از اول در مورد یک توافق با آمریکایی ها مذاکره کنید اگه فعلا از تحریم ها معاف بذاریم بهتون بگم اگه فعلا از تحریم ها معاف بشین نه نه بذارین بهتون بگم من بر سر این توافق مذاکره کردم میدونم که رسیدن به توافقی بهتر از این محاله میدونم همه اونهایی که درگیر این مذاکرات بودن همه اونهایی که در اتاق مذاکره بودن بهتون خواهند گفت که رسیدن به توافقی بهتر غیر ممکنه حتی اگه بتونین مقداری نفت به هند و چین بفروشین و معافیت هایی وضع بشن که چنین امکاناتی رو بهتون بدن آیا این میتونه گامی به جلو باشه ما به فروش نفتمون ادامه خواهیم داد ولی حیثیتمون رو نمیفروشیم our آقای وزیر جواد ظریف خیلی ممنون که مهمان هارتاک بودین ممنون از دعوتتون